یکی از مشاوران رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا کتابی درباره حضرت علی علیه السلام تعلیف کرده که مراسم رونمایی از آن در آمریکا در روز 13 رجب در دانشگاه هاروارد برگزار شد. دکتر حسن عباس از شخصیت های برجسته شیعه در ایالات متحده آمریکا و از مشاوران رئیس جمهور اسبق این کشور باراک اوباما در پرونده گروهک داعش در عراق بود. همکار عملی اکبری گزارش می دکتر حسن عباس شخصیت برجسته شیعه در آمریکا که از مشاوران باراک اوباما رئیس جمهور اسبق ایالات متحده بوده و ریاست دانشگاه وزارت دفاع آمریکا را نیز بر عهده داشته اخیرا کتابی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام تحت عنوان وارث پیغمبر تعلیف کرده که در روز سیزده رجب در آمریکا از آن رونمایی شد از ویژگی های این کتاب این است که اولین بار است که توسط انتشارات دانشگاهی معروف در آمریکا چنین کتابی درباره حضرت علی علیه السلام چاپ می شود دیگر ویژگی این کتاب این است که در تعلیف آن از اتاق فکرهای برجسته و مهمی نیز کمک گرفته شده است و پژوهشگران برجسته ای نیز در این زمینه بر این کتاب مهر تایید زدند از جمله تیم ماکین توش سمیس شرق شناس انگلیسی مقیم یمن که مطالعات گسترده ای درباره اسلام داشته بعد از مطالعه این کتاب آن را خارق العاده توصیف کرد ولی نصر نویسنده کتاب احیای تشیع نیز درباره ای این کتاب گفته زندگی نامه ای آلمانه و قابل لمس از علی زندگی نامه ای که داستان زندگی او را بیان می کند و درباره آموزه ها و ارزش های وی بحث می کند و می گوید که چگونه میراث او همچنان در جهان اسلام گسترده است جان مک هوگو نویسنده کتاب مختصر تاریخ اهل سنت و شیعه درباره این کتاب گفته این کتاب دانشمندانه یعنی در سطح علمی بالا ولی خواندنی است یعنی اگرچه موضوعش موضوعی علمی و سطح بالاست ولی به گونه ای نوشته شده که برای عموم قابل فهم می باشد و نشان میداد که چرا پسر امو و داماد پیامبر اسلام در اسلام مهم است و نقش محوری دارد و باید هم از لحاظ الهام بخشی و هم از لحاظ شخصیتی مورد توجه قرار گیرد پروفسور کریستوف کلاهسی نویسنده کتاب اسلام و کریستیانا درباره این کتاب میگوید حسن عباس ماهرانه و با بلاغت وارد حفره ای از تاریخ شده و کتابی تهیه کرده که نه تنها به موقع و انسانی است بلکه علی را به نسل های معاصر معرفی می کند و وی را به عنوان پارادایمی مناسب و مرتبط برای یک دور از تاریخ معرفی می کند که در آن مردم گرسنه چیزهایی بودند که علی آنها را از خود من کرده بود و با آنها مبارزه می کرد. قرار است در آینده ای نه چندان دور با حضور در کشور عراق در حرم امیر علیه السلام نیز از این کتاب رونمایی شود.